وزیر خارجه عربستان: رژیم ایران مسئول حمله به آرامکو است. دبیرکل اتحادیه عرب: استفاده ابزاری رژیم ایران از سپاه نظامیان حوثی خطرناک است. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت: حلق‌آویز زندانیان همزمان با سخنرانی روحانی در مجمع عمومی ملل متحد. ابراهیم الاسف وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت رژیم ایران مسئول حملات به تأسیسات نفتی آرامکو است. وی رژیم آخوندی را رژیمی سرکش و تروریست خواند و گفت این رژیم از 40 سال گذشته تا کنون اقدامات تروریستی را در عربستان سعودی و دیگر کشورها انجام داده است. الاسف گفت رژیم ایران از گروه‌های شبه نظامی تروریستی در منطقه حمایت کرده و اموال حاصل از توافق هسته‌ای را برای تأمین مالی تروریسم هزینه کرده است. احمد ابوالقید دبیرکل اتحادیه عرب دخالت‌های رژیم ایران در یمن را عامل طولانی شدن جنگ در این کشور دانست. وی استفاده ابزاری رژیم ایران از شبه نظامیان حوثی را خطرناک دانست. دیوید شنکر معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک گفت ایالات متحده گزارش دخالت رژیم ایران در حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را منتشر خواهد کرد. به یفسود هیئت مشترک تحقیقاتی آمریکا، اروپا و عربستان هیچ رابطه‌ای بین جنگ یمن و حمله به تأسیسات نفتی شرکت آرامکو پیدا نکرد. همزمان با اعدام‌های اخیر در گوهردشت کرج، ارومیه، اصفهان، سنندج و بروجرد، دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه اعلام کرد استمرار اعدام‌های دست جمعی و خودسرانه توسط رژیم آخوندی حتی در زمان حضور آخوند روحانی در نیویورک و اجلاس ملل متحد بیانگر این حقیقت است که این رژیم تنها با شکنجه و اعدام و سرکوب بر سر کار است. مقاومت ایران بار دیگر کلیه مجامع مدافع حقوق بشر را به محکومیت اعدام‌های دست جمعی و خودسرانه توسط رژیم ایران فرا می‌خواند و بر ضرورت اخراج این رژیم از ملل متحد و ارجاع پرونده جنایات این رژیم به شورای امنیت و محاکمه سردمداران آن تاکید می‌کند. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز جمعه برای پنجمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران به رغم تهدیدهای امنیتی کارگزاران رژیم در حمایت از کارگران اخراجی تجمع کردند و خواهان بازگشت تمامی کارگران بر سر کار شدند. کارگران اعتصابی در محوطه این شرکت تظاهرات کردند. یکی از کارگران اعتصابی گفت از اول تا آخرش تخلفه، از واگذاری هفت‌تپه تا اخراج همکارامون تخلف انجام شده، هیچ کس سر کار نمیره تا 20 نفر برگردن سر کارشون. صدا و سیمای خائن ما. صدا و سیمای خائن ما که روز اول بهره برداری با جدیت اومد فیلم گرفت، گزارش تهیه کرد، تو طول بهره برداری هم همینطور. الان که کارگر به مشکل خورده معلوم نیست کجا. و در قضیه آخرمون این اعتصاب ادامه داره، با جرأت تا پای جون هم ایستاده ایم. اتحادیه اروپا رژیم آخوندی را تهدید به خروج از برجام کرد. گاردین انگلستان روز جمعه نوشت اتحادیه اروپا در هفته جاری در مورد خروج خود از برجام به رژیم ایران هشدار داد. گاردین افزود مقام‌های اروپایی در هفته‌ای که گذشت در نیویورک به مقام‌های رژیم ایران هشدار دادند که گامی دیگر از طرف این رژیم برای خروج از برجام این اتحادیه را وادار به کنارگیری از توافق اتمی خواهد کرد. گاردین افزود اخطار به رژیم ایران در جلسه روز چهارشنبه انجام شد و بیانگر این است که توافق اتمی اکنون در حال احتضار است.